خب سلام دوباره خدمت همه دانشجویان عزیز. تو این قسمت میرسیم به ام بزرگ که یکی از روش های حل بعد از اضافه کردن متغیرهای مصنوعی به مسئله است. من یک نمونه تمرین اینجا می نویسم و سعی می کنم با ام بزرگ حلش کنم. لابلای حل هم نکاتی که لازم باشه رو خدمتتون عرض می کنم. پس بریم این سوال رو با هم دیگه بررسی کنیم. گفته شده که ماکسیموم زد مساوی هستش با 4 تا x1 به اضافه 4 تا x2. دو تا محدودیت داریم، x1 به اضافه x2 کوچکتر مساوی از 5 و محدودیت بعدیمون هم میگه x1 منهای x2 بزرگتر مساوی از 2، x همون هم نامنفی و بزرگتر مساوی از 0 هم. خب قبل از این که بخوایم سوال رو حل کنیم، من یه موردی رو بهش اشاره بکنم. ببین، شما اگر یه محدودیت داشته باشی، مثلا 2x1 به اضافه 3x2 مساوی با 10، این محدودیت به ما چی میگه؟ میگه آقا 2x1 به اضافه 3x2 باید دقیقا مساوی با 10 بشه. اگر 10 نشد یعنی این محدودیت نقض شده. پس وقتی شما مینویسی 2x1 به اضافه 3x2 به اضافه r مساوی با 10، یعنی چی؟ یعنی اینکه الان 2x1 به اضافه 3x2 دیگه مساوی با 10 نیست، به اضافه R مساوی با 10 شده. فقط در شرایطی 2x1 به اضافه 3x2 مساوی با 10 میشه که مقدار R 0 باشه. R اگر 0 نباشه، اون وقت 2x1 به اضافه 3x2 دیگه مساوی با 10 نیست. پس ما در شرایطی مجازیم متغیر مصنوعی رو به مسئله اضافه کنیم که متغیر مصنوعی 0 باشه، و اگر متغیر مصنوعی 0 نبود یعنی اون محدودیت نقض شده. پس از این به بعد هر نقطه‌ای به شما دادن که توی اون نقطه متغیر مصنوعی 0 نبود، یعنی محدودیت شما نقض شده و اون نقطه برای شما موجه نیست. بنابراین ما باید همیشه یه کاری بکنیم که این متغیرهای مصنوعی 0 باشن، و فقط در صورتی که R 0 باشه میتونیم به محدودیت اضافهش بکنیم، چون محدودیت داره به ما میگه 2x1 که به اضافه 3x2 باید مساوی با 10 باشه. شما که نمیتونی از خودت یه R اینجا اضافه کنی مگر در شرایطی که R 0 باشه. اگر R 0 بود اوکی، مشکلی نداری، تو میگی 2x1 که به اضافه 3x2 به اضافه 0 مساوی با 10، یعنی 2x1 که به اضافه 3x2 همون مساوی با 10 دیگه، همون محدودیت ماه. اما اگر R مخالف 0 بود، یعنی مقدار داشت، اون وقت اتفاقی که برامون میفته چیه؟ این محدودیت نقض میشه، دیگه این محدودیت برقرار نیست. پس هر نقطه ای که R توش مقدار مثبت داشت، یعنی برای مسئله اصلیمون قابل قبول نیست و ما باید سعی کنیم که این R ها رو صفر کنیم. خب یه مقدمه من گفتم که اصلا بدونیم در واقع میخوایم چی کار بکنیم، بعد بریم سراغ حلش. فرض کنید که من میخوام این سوال رو حل بکنم. این پایین می نویسم میگه آقا محدودیت اول کوچیک‌تر مساویه،
ما محدودیت کوچکتر مساوی رو فقط به اضافه اس میکردیم. پس میگم x1 به اضافه x2 به اضافه s1 مساوی میشه با 5. محدودیت کوچکتر مساوی رو فقط به اضافه اس میکردیم. محدودیت دوم بزرگتر مساویه. محدودیت بزرگتر مساوی رو میگفتیم منهای اس به اضافه r. پس من میگم x1 منهای x2 منهای s2 به اضافه r2 مساوی میشه با 2. x همون که بزرگتر مساوی از 0 بود، این s و r هم که اضافه کردیم به مسئله باید بزرگتر مساوی از 0 باشن. حالا روش ام بزرگ چی میگه؟ روش ام بزرگ میگه آقا من وقتی که r رو به مسئله اضافه کردم، r باید حتما 0 باشه. حالا برای که این اتفاق بیفته چیکار میکنیم؟ من یه مثال اینجا براتون میزنم. فرض کن با یه همچین مسئله روبرو هستیم. این تابه رو در نظر بگیر. مینیمم منهای x1 به اضافه 2x2 و به اضافه 100,000 x3. خب مسئله ما مینیمم سازیه. x3 ضریبش رو نگاه کن هست مثبت 100,000. یعنی اگر x3 مقدار بگیره، کوچکترین مقدار رو هم بگیره، انقدر ضریبش بزرگه و تو مسئله مینیمم سازی بده که مقدار تابع هدف رو بسیار افزایش میده و این به ضرر ماست. پس وقتی میخوایم مسئله رو حل کنیم، تابلوه که x3 بدترین ضریب رو تو تابع هدف داره، میام چکارش میکنیم؟ x3 رو 0 میذاریم. یعنی توی بهینگی که میخوایم بریم بهش برسیم، x3 رو چکار میکنیم؟ 0 میذاریم. حالا فرض کن ضریبش بیشتر هم بود، مثلا به جای 100,000 بود 1,000,000، دیگه بدتر. اگه مثلا بود 100,000,000 دیگه بدتر. دیگه انقدر ضریب تا به هدفش بزرگه تو مسئله مینیمم سازی، انقدر به ضرر ماست که اگر x3 مقدار بگیره تا به هدف وحشتناک بد میکنه. پس تابلوه که ما باید x3 رو صفر بذاریم. حالا فرض کن مثلا به جای 100,000 و 1,000,000 و اینجور چیزا مثلا مثبت بی نهایت بود، دیگه افتضاح میشه این ضریب. انقدر مقدار ضریبش بزرگه که با کوچکترین مقدار x3 تا به هدفمون میشه مثبت بی نهایت. افتضاح افتضاح میشه. پس حتما حتما وقتی داریم حل میکنیم x3 رو میریم همون صفر میذاریم. x3 به صورت اتوماتیک و خود به خود در نهایت صفر میشه، چون خیلی ضریبش بده. حالا تو مسئله ماکسیموم سازی چی؟ توی مسئله ماکسیموم سازی فرض کن که مثلا باشه دو تا x1 منهای 10 تا x2 مثلا منهای 100,000 x3. الان اینجا نگاه میکنیم میبینیم ما میخوایم تا به هدف افزایش بدیم. x3 ضریبش منهای 100,000ه، یعنی x3 اگر مقدار بگیره تا به هدف رو خیلی کاهش میده، خیلی میاره پایین، خیلی به ضرر ما عمل میکنه. و تابلوی که اصلا ما باید x3 رو تو بهینگی صفر بزنیم. یعنی وقتی مسئله رو حل میکنی به صورت اتوماتیک x3 صفر در میاد. چرا؟ چون ضریب تا به هدفش خیلی بده. تو مسئله ماکسیموم سازی منهای 100,000، یعنی کوچکترین مقداری که x3 بگیره مقدار رو تا به هدف انقدر افتضاح میکنه که ما اصلا به x3 مقدار نمیدیم. حالا فرض کن به جای منهای 100,000 منهای 1,000,000 بود، منهای 100,000,000 بود، دیگه بدتر. فرض کن مثلا بود منهای بی نهایت، دیگه یعنی افتضاح در این حالت ممکن. پس ما به x3 اصلا مقدار نمیدیم. کوچکترین مقداری که x3 بگیره با توجه به ضریبش مقدار تا به هدف میکنه منهای بی نهایت، یعنی به شدت کاهش میده که این به نفع ما نیست. پس قطعا x3 رو چکار میکنیم؟ صفر میذاریم. پس برای اینکه یه متغیر رو به صورت اتوماتیک صفرش کنی، میتونی از یک ضریب بسیار بد توی تا به هدف
استفاده بکنی. برای اینکه یه متغیر رو صفر کنی میتونی از یک ضریب بسیار بد توی تابع هدف استفاده کنی. مثلا یه ضریب بد چیه؟ تو مسئله مینیمم سازی ضریب بدمون مثبت بی نهایته. یه جریمه بسیار سنگین، یه ضریب بسیار بد. توی مسئله ماکسیمم سازی مثلا یه ضریب بسیار بدمون چیه؟ منهای بی نهایته. با توجه به اینا ما میتونیم با خیال راحت بگیم آقا x3 حتما صفره. حالا اینجا ما چی رو میخواییم صفر کنیم؟ این آر رو میخواییم صفر کنیم. چرا؟ چون اگر آر مثبت باشه یعنی ما توی نقطه ناموجهیم و اون نقطه بر ما قابل قبول نیست، اون محدودیت نقض میشه. پس ما توی این مسئله به دنبال صفر کردن آر هستیم. چند تا آر داریم؟ یه دونه هم بیشتر نداریم. میام تو تابع هدف ماکسیموم سازی یک ضریب بسیار بد برای این آر در نظر میگیرم تا خیالمون راحت باشه که این آره میره خودش به صورت اوتوماتیک صفر میشه. توی ماکسیموم سازی ضریب بد چه ضریبیه؟ منهای بی نهایت. پس من میگم چی؟ 4x1 به اضافه 4x2 منهای بی نهایت تا آر دو. این ضریب بسیار بد رو برای متغیر مصنوعی در نظر میگیریم. اگر آر کوچکترین مقداری بگیره، تا به هدف هم میکنه منهای بی نهایت و تو مسئله ماکسیموم سازی بسیار به ضرر ماست. پس وقتی داریم مسئله رو حل میکنیم خود الگوریتم تشخیص میده که باید حتما آردو رو صفر بذاره وگرنه افتضاح میشه وضعیت. پس من اومدم برای اینکه خیالم راحت بشه که آردو رو صفر کنم توی تابع هدف یه ضریب بسیار بد واسهش در نظر گرفتم و تو مسئله ماکسیموم سازی ضریب بسیار بد چیه؟ منهای بی نهایت. حالا ما که منهای بی نهایت رو نمیتونیم توی مسئله وارد کنیم، از این به بعد به جای بی نهایت یه نماد در نظر میگیریم به نام M. بهش میگیم M بزرگ، یعنی یک عدد بسیار بسیار بزرگ در حد بی نهایت. پس من میام به جای بی نهایت یه نماد قرار میدم به نام M، M بزرگ. پس چی شد؟ آقا من اومدم به محدودیت اول S1 رو اضافه کردم، مساوی با 5 شد. محدودیت دوم رو منهای S2 کردم، به اضافه R2 کردم، مساوی با 2 شد. اما گفتم که این R باید حتما صفر بشه، چون اگر صفر نشه که محدودیت ما نقض شده. حل برای اینکه این R رو صفر کنم اومدم تو تابع هدف برای مسئله ماکسیموم سازی یه ضریب بسیار بد براش در نظر گرفتم. ضریب بسیار بدم چیه؟ منهای بی نهایت، که بی نهایت رو گفتیم از این به بعد با نماد M نمایش بودیم، یعنی عدد بسیار بزرگ در حد بی نهایت. خب تابع هدف رو میخوام بنویسم. مثل سابق وقتی میخوای تابع هدف رو بنویسی همه متغیرها رو میبری اون طرف. پس میگم چی؟ میگم Z منهای 4x1 منهای 4x2 به اضافه M R2 مساوی میشه با 0. معادله تابع هدف رو هم مثل سایر معادلاتمون نوشتیم. بریم حالا شروع کنیم به تشکیل جدول اولیه و حل کردن سوال. من جدول اولیه رو میخوام تشکیل بدم. مثل سابق این بالا همه متغیرها رو می‌نویسیم. x1 x2 یه دونه s1 داریم، یه دونه s2 داریم، یه دونه هم r2 داریم. اون بالا همه متغیرها رو نوشتیم. اینجا هم که ستون متغیرهای پایه‌ای مونه، بعضی از متغیرها رو می‌نویسیم. کدوم‌ها رو؟ متغیرهای پایه‌ای. از هر محدودیت یه متغیر باید بره تو پایه. چه متغیری میتونه بره تو پایه؟
متغیری که ضریبش تو محدودیت خودش یک باشه بقیه جا صفر، که گفتیم وقتی محدودیت کوچیک‌تر مساوی رو به اضافه اس می‌کنی همون اس رو می‌ذاری تو پایه. نگاه کن اس یک ضریبش تو محدودیت اول مثبت یک، تو محدودیت دوم هم نیست، پس ما از محدودیت اول اس یک رو می‌ذاریم تو پایه. محدودیت بزرگتر مساوی رو منهای اس به اضافه آر می‌کنیم و همین آر رو می‌ذاریم تو پایه. نگاه کن توی محدودیت دوم آر دو ضریبش مثبت یک، تو بقیه محدودیت ها هم نیست، پس از محدودیت دوم آر دو رو گذاشتم توی پایه. حالا محدودیت رو در واقع وارد جدول میکنیم. محدودیت اول به ترتیب میشه یک، اس یک هم ضریبش یک، اس دو نداریم، آر دو نداریم، سمت راستش هم پنج. محدودیت دوم میشه یک منهای یک، اس یک که نداریم، اس دو ضریبش منهای یک، آر دو هم ضریبش یک، سمت راستمون هم دوه. این پایین هم معادله تا به هدف یا زد رو وارد میکردیم. ایکس یک ضریبش هست منهای چهار، ایکس دو ضریبش هست منهای چهار، اس یک نداریم، اس دو هم نداریم، آر ضریبش مثبت ام، سمت راستمون هم که میشه صفر. این شد جدول اولیه. همیشه سطر هدف اون جدول اولیه‌مون اشتباهه. چرا؟ چون ما تابع هدف رو دستکاری کردیم. این تابع هدفمون بود، اومدیم یه دونه منهای ام آر بهش اضافه کردیم. چون تابع هدف رو دستکاری کردیم، همیشه اون سطر هدف جدول اولمون اشتباه میشه و باید درستش کنیم. آقا اشتباه میشه یعنی چی؟ یعنی این که الان نگاه کن S1 باید ضریبش تو سطر خودش یک باشه، بقیه جاها صفر، که درسته. اما R2 اینه دیگه، ضریبش باید تو سطر خودش یک باشه، بقیه جاها صفر، که این M کار ما رو خراب کرده. متغیر پایه‌ای باید ضریبش تو سطر خودش یک باشه، بقیه جاها صفر، اما این ام جدول ما رو خراب کرده. پس ما باید اول جدول رو یک کنیم، همانی کنیم و بعد شروع کنیم به حل کردن. برای که همانی کنیم چیکار بکنیم؟ من میام این سطر رو ضرب در منهای ام میکنم، با پایین جمع میکنم. ضرب در منهای ام کنم میشه منهای ام، با پایین جمع کنم میشه صفر. اون اتفاقی که میخوایم میفته، ولی بعد این کار رو کل سطر انجام بدیم. این ضرب در منهای ام میشه منهای ام، با این جمع میشه منهای ام منهای 4. اینو ضرب در منهای ام کنیم میشه ام، با پایین جمع بشه میشه ام منهای 4. این ضرب در منهای ام میشه 0، با این جمع بشه میشه همون 0. این ضرب در منهای ام بشه میشه ام، با این جمع بشه میشه همون ام. این ضرب در منهای ام بشه میشه منهای ام، با پایین جمع بشه میشه صفر، همون چیزی که ما میخوایم اتفاق بیفته. این ضرب در منهای ام میشه منهای 2m، با پایین جمع بشه میشه منهای 2m. الان دیگه جدول ما یک شد. نگاه کن S1 ضریبش تو محدودیت خودش یکه، بقیه جاها صفر. R2 ضریبش تو محدودیت خودش یکه، بقیه جاها صفر. پس جدول یک شد. حالا متغیر وارد شونده و خارج شونده رو تعیین میکنیم، میریم جدول بعدی. توی مسئله ماکسیموم سازی متغیری میتونه وارد پایه بشه که ضریب سطر هدفش منفی باشه. این که صفره، این که مثبت بی‌نهایته. این صفره، اینم میشه مثبت بی‌نهایت منهای 4، یعنی اینم باز مثبت بی‌نهایته. این ولی منفیه، این میشه منهای بی‌نهایت منهای 4. پس من x1 رو وارد پایه میکنم، ستون زیرش هم میشه ستون لولا. حالا میرم سراغ تست مینیموم، میگم 5 تقسیم بر 1، 2 تقسیم بر 1. مینیموم رو کدوم اتفاق میفته؟ روی 2. پس متغیر پایه‌ای سطر دوم رو میندازیم بیرون، اینم میشه عدد لولا. الان متغیر مصنوعی آر از پایه خارج شد، خدا رو شکر.
متغیر مصنوعی آر که از پایه خارج میشه مقدارش صفر میشه، غیر پایه‌ای میشه صفر میشه و ما رو به سمت منطقه موجه بودن حرکت میده. چون تا زمانی که آر مثبته، تا زمانی که آر مثبته ما توی منطقه ناموجهیم. به محض اینکه آر صفر میشه، یعنی در واقع غیر پایه‌ای میشه و صفر میشه، ما میرسیم به منطقه موجه. خب بریم جدول بعدی. مجدداً این بالا همه متغیرها رو می نویسم. x1, x2, s1, s2 و r2. s1 که توی پایه مونده، اون که هیچ چیکاری باش نداریم. r2 از پایه میره بیرون. r2 میره بیرون، کی میاد به جاش؟ x1 میاد به جاش. x1 متغیر پایه‌ای تازه وارد باید ستونش چجوری باشه؟ x1 متغیر تازه وارد باید ضریبش تو سطح خودش یک باشه، بقیه جاها صفر. اگر اینجوری نباشه باید به این صورت تبدیلش کنیم. الان میگیم میخوایم اینجا یک باشه، نگاه میکنیم میبینیم خب یک هم هست، پس این سطح رو کاری نداریم. این سطح رو دست نخورده تکرار میکنم، میگم یک منهای یک صفر منهای یک یک و دو. یه موضوع دیگه هم که وجود داره اینه، وقتی متغیر مصنوعی از پایه خارج شد صفر شد، ما دیگه خیالمون راحته، آر از پایه انداختیم بیرون، دیگه هم با آر کاری نداریم. میتونم کلن ستون متغیر آر رو حذفش کنم، یعنی دیگه اصلا ادامه ندم. میتونم ادامه بدی حالا خیلی مهم نیست، ولی حذفش میکنیم که کارمون راحت تر باشه، جدولمون کوچیک‌تر بشه. میگیم میخوایم اینجا صفر باشه در صورتی که یکه. این یک رو باید به صفر تبدیل کنیم. چجوری؟ با استفاده از عدد لولا. من عدد لولا رو توی منفی ضرب میکنم، با بالا جمع میکنم، اون چیزی که میخوایم اتفاق بیفته. اینو توی منفی ضرب میکنم میشه منهای یک، با یک جمع میکنم میشه صفر. رو کل سطح این کار انجام میدم. اینو توی منفی ضرب میکنم میشه یک، با بالا جمع میکنم میشه دو. اینو توی منفی ضرب بکنم میشه صفر، با بالا جمع بکنم میشه همون یک. اینو توی منفی ضرب بکنیم میشه یک، با بالا جمع بکنیم میشه یک. اون ستون آرم که حذف شده، اینو توی منفی ضرب میکنم میشه منهای دو، با بالا جمع بکنم میشه سه. فقط اون سطر آخر میخوایم اینجا صفر باشه در صورتی که منهای ام منهای چاره. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید منهای ام منهای 4 رو به صفر تبدیل کنیم. چجوری؟ با استفاده از عدد لولا. من میام این سطر رو، یا در واقع عدد لولا رو، ضرب در ام به اضافه 4 میکنم، بعد با پایین جمع میکنم. الان یک ضرب در ام به اضافه 4 میشه ام به اضافه 4. با منهای ام منهای 4 بشه میشه صفر. همون چیزی که میخوایم اتفاق میفته. منهای یک رو تو این ضرب کنم میشه منهای ام منهای چهار. منهای ام منهای چهار با این جمع بشه منهای هشت میمونه. صفر رو توی این ضرب میکنم میشه صفر، با صفر جمع میکنم میشه همون صفر. منهای یک رو تو این ضرب میکنم میشه منهای ام منهای چهار، با ام جمع کنم میشه منهای چهار. این ستونم که هیچی حذف کردیم. دو رو ضرب در این بکنم میشه دو ام به اضافه هشت. دو ام به اضافه هشت و با منهای دو ام جمع بکنم هشت میمونه. خب پس ما از جدول اولمون رفتیم به جدول دوم. از جدول اولمون رفتیم به جدول دوم، یعنی از این نقطه رفتیم به یک نقطه دیگه. اما اتفاق مهمی که اینجا افتاد چی بود؟ قبلا آر مقدارش دو بود،
آر مقدارش دو بود یعنی مثبت بود، یعنی ما تو یک نقطه ناموجه بودیم، تو یک نقطه ناموجه بودیم. با این تکراری که انجام دادیم آر از پایه خارج شد. آر که از پایه خارج میشه مقدارش صفر میشه. آر که از پایه خارج میشه مقدارش صفر میشه. وقتی آر صفر میشه تازه ما به منطقه موجه رسیدیم. پس الان ما توی این جدول به یه نقطه شدنی رسیدیم. ولی هنوز نقطه بهینه نیستیم و فعلا رسیدیم به یه نقطه شدنی. برای که ببینیم آیا بهینه هم هست یا نه، میگیم تو مسئله ماکسیموم سازی زد جی منهای سی جی ها رو چک کنیم. اگر متغیری شرط ورود به پایه رو داشته باشه خب وارد پایه میشه. تو مسئله ماکسیموم سازی ما دو تا متغیر داریم که شرط ورود رو دارن. یه دونه منهای 8 زد جی منهای سی جی اش، یه دونه منهای 4. منفی ها شرط ورود دارن. حالا الگوریتم کدوم رو پیشنهاد میده؟ منفی ترین رو، یعنی X2 رو پیشنهاد میده ما وارد پایه کنیم و سطول زیرش رو به عنوان سطول لورا در نظر بگیریم. حالا تست میگیم و میگیم 3 تقسیم بر 2 میشه 1.5. اینم که دیگه تقسیم بر عدد منفی نمیشه، پس محورگیر رو روی همین 2 انجام میدیم و S1 رو از پایه میندازیم بیرون. میریم جدول جدید تا ببینیم به چه صورت باید عمل کنیم. من X2 رو وارد پایه میکنم جای S2 قرار میدم، پس اینجا میشه X2. X1 هم تو خب توی پایه سر جای خودش میمونه. X2 که تازه وارد پایه شده اگه این بالا همه متغیرها رو بنویسیم، یعنی X1 X2 S1 S2، آرام دیگه نمینویسم دیگه، آرام حذف کردیم. اگه همه متغیرها رو بنویسم، X2 که تازه وارد پایه شده باید ضریبش تو سطر خودش 1 باشه، بقیه جاها 0. اگر اینجوری نیست باید اینجوری تبدیلش کنیم. میگیم میخوایم اینجا 1 باشه در صورتی که 2. پس بنابراین من باید کل سطر اول رو تقسیم بر 2 بکنم تا این بشه 1. این میشه 0، میشه 1، میشه 1/2، 1/2، سمت راستم میشه 3/2. حالا میخوام اینجا 0 باشه در صورتی که منهای 1. پس این منهای 1 رو باید به 0 تبدیل کنم. چجوری؟ با استفاده از عدد لولا. عدد لولا رو تقسیم بر 2 میکنم میشه 1، با پایین جمع میکنم میشه 0. اون اتفاقی که میخوام میفته. پس سطر اول رو تقسیم بر 2 میکنم با پایین جمع میکنم. این تقسیم بر 2 میشه 0، با این جمع بشه میشه همون 1. این تقسیم بر 2 میشه 1، با این جمع بشه میشه همون 0 که میخواستیم. این تقسیم بر 2 میشه 1/2، با 0 جمع بشه میشه 1/2. این تقسیم بر 2 میشه 1/2، با این جمع بشه میشه منهای 1/2. این تقسیم بر 2 میشه 3/2 یا 1.5. بیاد با 2 جمع بشه میشه 3.5. 3.5 هم یعنی 7/2. در نهایت میخوایم اینجا 0 باشه در صورتی که منهای 8. پس من باید منهای 8 رو به 0 تبدیل کنم. چجوری؟ با استفاده از عدد لولا. این 2 رو ضرب در 4 میکنم، با پایین جمع میکنم رو کل سطر. این ضرب در 4 میشه 0، با پایین جمع بشه میشه 0. این ضرب در 4 میشه 8، با منهای 8 میشه همون 0 که میخواستیم. این ضرب در 4 میشه 4، با 0 جمع بشه میشه 4. این ضرب در 4 میشه 4، با منهای 4 جمع بشه میشه 0. اون ستون آخر هم دیگه ننوشتیم، دیگه حذفش کردیم. این ضرب در 4 میشه 12، با 8 جمع بشه میشه 20. اگر دقت کنید تو مسئله ماکسیموم سازی دیگه وارد شونده نداریم، یعنی جدول بهینه است. پس رسیدیم به جدول بهینه و اینجا دیگه حل ما تموم میشه. این چه نقطه ایه؟ این چه نقطه ایه؟ X1 و X2. X1مون 7/2، X2مون هم 3/2. یعنی نقطه بهینه هست نقطه 7/2 و 3/2. زد استارش چنده؟ زد استارش هم از سمت راست میخونیم 20.
زد استارمون هم 20ه. پس ما رسیدیم به نقطه بهینه، یعنی 7 دوم و 3 دوم با زد استار 20. حالا یه نگاه اینجا رو بنداز توی جدول بهینه. توی جدول بهینه متغیرهای پایه‌ای رو من میذارم کنار، ایکس یک و ایکس دو رو پایه نرم. برای غیر پایه‌ای ها تو جدول بهینمون برای متغیرهای غیر پایه‌ای زجه منهای سیجه صفر پیدا شده. یادتون این چی بود؟ این شرط لازم جواب بهینه چندگانه بود. یعنی میگفتیم شاید جواب بهینه چندگانه باشه. از اونجایی که نقطه‌مون هم تباهیده نیست، یعنی تتا هیچ وقت صفر نمیشه، پس 100 درصد جواب بهینه چندگانه است. حالا یا نیم خطی یا پاره خطی میریم چک میکنیم. برای که مطمئن بشیم این متغیر S2 رو وارد پایه میکنیم، ستون زیرش هم میشه ستون لولا. حالا برم سراغ تست مینیموم. این که تقسیم بر منفی نمیشه، فقط 3 دوم تقسیم بر 1 دوم میشه، پس همین میشه عدد لولا و X2 از پایه خارج میشه. و چون تتامون یه عدد شد، جواب بهینه چندگانه پاره خطیه. یعنی به اندازه تتا حرکت میکنیم میریم جدول جدید، میرسیم به نقطه جدید و نقطه جدیدمون هم مجدداً بهینه است. یه چک بکنیم، بریم نقطه جدید. چی میاد تو پایه S2؟ جایگزینه کی میشه؟ X2. پس من اینجا S2 رو قرار میدم. X1 هم که تو پایه میمونه. همه این متغیرها رو می‌نویسم. X1, X2, S1, S2. آرم که حذف کردیم دیگه. آر وقتی غیر پایه‌ای میشه میره بیرون، از مسئله حذفش میکنیم. خب متغیر پایه‌ای تازه واردمون S2 بود. پس S2 باید ضریبش تو سطر خودش یک باشه، بقیه جا صفر. اگر اینجوری نبود باید به این صورت تبدیلش کنیم. میخوایم اینجا یک باشه در صورتی که یک دومه. پس ما کل این سطر رو ضرب در دو میکنیم، میشه صفر دو یک یک، اون طرف هم سه. میخوایم اینجا صفر باشه در صورتی که منهای یک دومه. این منهای یک دوم رو میخوام به صفر تبدیل کنم. چجوری؟ با استفاده از عدد لولا. عدد لولا رو ضرب در یک میکنم با پایین جمع میکنم رو کل سطر. این ضرب در یک با پایین جمع بشه میشه همون یک. این ضرب در یک با این جمع بشه میشه همون یک. این ضرب در یک با این جمع بشه میشه همون یک. این ضرب در یک با این جمع بشه همون صفری که میخواستیم میشه. این ضرب در یک میشه سه دوم، با هفت دوم جمع بشه میشه ده دوم، یعنی پنج. و در نهایت میخوایم اینجا صفر باشه در صورتی که صفره. میخوایم اینجا صفر باشه در صورتی که صفره. پس دست نمیزنیم، کل این سطر رو مینویسیم. این میشه صفر، این میشه صفر، این میشه چهار. صفر که سر جای خودش میمونه، سمت راستم 20. پس ما رفتیم به یک جدول جدید. به چه نقطه ای رسیدیم؟ X1 و X2. X1 مون که 5، X2 مون هم غیر پایه‌ایه 0. زدش چنده؟ زدش هم 20. آقا قبول داری این جدولم بهینه است؟ چرا؟ چون تو مسئله ماکسیموم سازی زد جی منهای سی جی همون بزرگتر مساوی از صفرن، دیگه وارد شونده نداریم، شرایط بهینگی اونجاست. پس این نقطه هم میشه بهینه با همون زد استار 20. با همون زد استار 20. پس مثلا اون دو تا نقطه بهینه داره، یک نقطه 7 دوم و 3 دوم با زد استار 20، یک هم نقطه 5 و 0 با همون زد استار 20. پس جواب بهینه چندگانه هم داشتیم که پیداش کردیم. اینم در واقع روش حل مسئله با استفاده از ام بزرگ بود. اینم روش حل مسئله با استفاده از ام بزرگ بود که پیش بردیم.
من یه بار دیگه خیلی مختصر یه توضیح بدم. خب ببینید، طبق صحبتهایی که اون اول کردیم، ما فقط زمانی میتونیم به یک محدودیت آر اضافه کنیم که آر صفر باشه، تحت این شرط مجازیم. اگر آر صفر نباشه اون محدودیت نقض میشه. پس هر موقع آر مثبت بود، هر موقع آر مثبت بود یعنی ما توی نقطه ناموجهیم، هنوز به منطقه موجه نرسیدیم. به محض اینکه آر صفر میشه ما به منطقه موجه میرسیم و ما باید یه کاری بکنیم که خیالمون راحت باشه، به صورت اتوماتیک آر صفر میشه. که چیکار میکنیم؟ توی تاب هدف یه ضریب خیلی بد برای اون آر در نظر میگیریم. خب پس گفتیم محدودیت ما کوچیک‌تر مساوی بود، به اضافه اس کردیم شد مساوی، همون اس هم گذاشتیم تو پایه. محدودیت بزرگتر مساوی هم منهای اس کردیم به اضافه آر کردیم تا مساوی شد و آر رو گذاشتیم تو پایه. اس رو تو پایه نمیذاریم چون اس ضریبش منهای یک بوده، به درد ما نمیخورده که ما از آر استفاده کردیم. جدول اولیه رو تشکیل دادیم، اس یک و آر دو، و تاب هدف رو چیکار کردیم؟ اومدیم تاب هدف رو یه ضریب بسیار بد برای متغیر مصنوعیمون در نظر گرفتیم. توی تاب هدف یه ضریب بسیار بد برای متغیر مصنوعیمون در نظر گرفتیم تا به صورت اتوماتیک، به صورت اتوماتیک اون متغیر مصنوعی صفر بشه. تو مسئله ماکسیموم سازی ضریب بد چیه؟ یعنی ما میخوایم تاب هدف رو زیاد کنیم، یه ضریب خیلی منفی، یه ضریب خیلی منفی میشه یه ضریب بد، مثلا مثل منهای بی نهایت که نماد بی نهایت رو ام در نظر گرفتیم. پس ضریب آر رو منهای ام گذاشتم، یعنی منهای بی نهایت. اینا رو بردم اون طرف، مثل همیشه معادله رو وارد جدول کردم. چون تاب هدف رو دستکاری کردیم، همیشه جدول اول سطر هدفش اشتباهه. سطر هدف رو یکه میکنیم، بعد ادامه حل با سیمپلکس جلو میبریم. حالا یکه میکنیم یعنی چی؟ یعنی این آر رو نگاه کن، آر ضریبش باید تو سطر خودش یک باشه، ناکنی آر دیگه، ضریبش باید تو سطر خودش یک باشه، بقیه جاها صفر که اینجا ام بود. پس ما باید این ام رو به صفر تبدیل میکردیم. چجوری؟ این سطر رو ضرب در منهای ام کردم با پایین جمع کردم. پس کل سطر رو ضرب در منهای ام کردم با پایین جمع کردم، این مثبت ام به صفر تبدیل شد، یعنی همون چیزی که میخواییم. بعدش دیگه شد روند عادی حل سیمپلکس، وارد شونده و خارج شونده، تا رسیدیم به این نقطه، رسیدیم به این جدول، یعنی جدولی که آر توش صفر شده. ببین ما اون اول آرمون مثبت بود، یعنی هنوز توی نقطه ناموجهیم، هنوز توی یه نقطه نشدنیم. بعد از اینکه یه تکرار حل کردیم تازه رسیدیم به منطقه موجه، اینجا آر چه شد؟ صفر شد. تازه رسیدیم به منطقه موجه، ولی هنوز به نقطه بهینه که نرسیدیم، به منطقه موجه رسیدیم. حل و ادامه دادیم، رسیدیم اینجا و رسیدیم به جدول بهینه. دیگه آری هم نداریم، دیگه آری هم وجود نداره و نقطه هفت دوم و سه دوم به عنوان نقطه بهینه انتخاب شد، باز دستار 20، که چون تشخیص دادیم شرایط چندگانگی رو داره، یه آزمایش انجام دادیم، فهمیدیم بله جواب بهینه چندگانه هم هست و اون یکی نقطه بهینه رو پیدا کردیم. یه نگاه به نکته هایی که اینجا اومده بندازیم. روش ام بزرگ توی نکته گفته خب همواره سطر هدف جدول اولمون اشتباهه که باید درستش بکنیم. نکته بعدی گفته در هر جدولی که آر مقدار مثبت داشته باشد، یعنی نقطه اون جدول، نقطه متناظر اون جدول ناموجهه، پس ام بزرگ اول چی کار میکنه؟ اول هدفش اینه که بره آرا رو صفر کنه. هدف اولش اینه که بره آرا رو صفر کنه. وقتی آرا صفر شدن خیالمون راحت شد که متغیر مصنوعی رو از مسئله حالا خارج کردیم و به منطقه موجه رسیدیم، بعد تو قدم بعدی میره سراغ پیدا کردن نقطه بهینه. و
پس ام بزرگ ابتدا سعی میکند متغیرهای مصنوعی رو صفر کند، یعنی از پایه خارجشون کند تا به منطقه موجه برسیم. سپس در قدم بعدی تلاش میکند که روی این ناحیه، روی این ناحیه شدنی که پیداش کردیم، بهترین نقطه رو به دست بیاریم، یا در واقع نقطه بهینه رو کسب کنیم، که روند حلش هم براتون کشیده یا در واقع جدولاش آورده. حالا تفسیر هندسی این حلی که انجام دادیم رو میخوام براتون بررسی کنم. من این مسئله رو اینجا رو پاک میکنم چون دیگه به این که نیاز نداریم. این مسئله اینجا رو پاک میکنم. میخوام یه بارم مسئله رو به صورت هندسی بررسی کنیم. میخوام یه بارم این گوشه مسئله رو به صورت هندسی بررسی کنیم که این صحبتایی که کردیم براتون ملموس باشه. سوال ما دو متغیر است دیگه، اصلا نیازی به ام بزرگ هم نبود، ما میتونستیم اونو حل هندسی انجام بدیم. اصلا نیازی به ام بزرگ هم نبود، میتونستیم حل هندسی انجام بدیم. من برم حل هندسی انجام بدم ببینم چه اتفاقی میفته. آقا x1 و x2 دو تا محور داریم. من محور عمودی و محور افقی رو ترسیم میکنم. محدودیت اول محورها رو توی 5 و 5 قطع میکنه. اینجا رو مثلا میگیرم 5، اینم میشه 5. این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنم و امتداد میدم، میشه محدودیت شماره 1. از اونجایی که مبدأم توی صدق میکنه به سمت مبدأ مختصاته. خب محدودیت دوم محورها رو توی 2 و منهای 2 قطع میکنه. اینجا رو 5 در نظر گرفتیم دیگه. 2 مثلا میشه اینجا، منهای 2 هم میشه اینجا. این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنم و امتداد میدم. این هم میشه محدودیت شماره 2. و از اونجایی که مبدأ مختصات توی صدق نمیکنه، یعنی جهتش خلاف مبدأه به این سمت. خب ایکس هامون هم مثبتن. منطقه موجهمون میشه اینجا. این قرمزه میشه منطقه موجه. عرضم به خدمت شما که بردار گرادیان تا به هدف هست 4 و 4. یعنی 4 تا میام سمت راست، 4 تا میرم بالا. این میشه بردار C. ماکسیموم سازی هم هست. من زد رو عمود بر C در نظر میگیرم، میرم بالا، میرم بالا، میرم بالا. اینجا که میرسم انگار با محدودیت اول موازیم. یه چک میکنم، شیب تا به هدف میشه 4 تقسیم بر 4، یعنی 1. محدودیت اول میشه 1 تقسیم بر 1، اونم 1. پس تابع هدف و محدودیت اول موازیم. وقتی به سمت این محدودیت حرکت میکنیم آخرش دقیقا میفتیم رو همون محدودیت اول. یعنی این نقطه و این نقطه میشن بهینه و پاره خط بینشونم میشه بهینه. یعنی هم این بهینه است هم این. خب این چه نقطه ایه؟ این نقطه 5 و 0ه. این چه نقطه ایه؟ این نقطه 7 دوم و 3 دومه. نقطه 7 دوم و 3 دوم که اگر محدودیت دوم و محدودیت اول رو با هم قطع بدیم این نقطه به دست میاد. الان اگه مثلا دو تا محدودیت رو با هم جمع کنی اینا با هم ساده میشن، 2x1 میشه 7، یعنی x1 میشه 7 دوم. 7 دوم رو هم بیای توی این محدودیت جایگذاری کنی، x2 میشه 5 منهای 7 دوم، یعنی 10 دوم منهای 7 دوم که میشه 3 دوم. و این نقطه برای ما چی میشه؟ مشخص میشه. حالا ام بزرگ چجوری داشت حل میکرد؟ اول تو چه نقطه‌ای بودیم؟ اول تو نقطه 0 و 0 بودیم. چرا؟ چون x1 و x2 جفتشون غیر پایه‌ای هن و صفرن. x1 و x2 جفتشون غیر پایه‌ای هن و صفرن. یعنی نقطه این جدول نقطه 0 و 0ه. یعنی ما همون اول توی این نقطه بودیم که گفتیم دیگه از مبدأ مختصات شروع میکنیم به حل کردن.
قبول داری ما الان توی نقطه ناموجهیم؟ چرا؟ چون این منطقه موجهمون قرمز است. ما الان توی نقطه ناموجهیم. چون آر اینجا مثبته. آرمون اینجا چیه؟ مثبته. اگر دقت کنی مقدار آر برابر 2ه. گفتیم زمانی که آر مثبته ما توی نقطه ناموجهیم. بعد چیکار کردیم؟ طی حلی که انجام دادیم از این جدول اومدیم به جدول جدید. به چه نقطه ای رسیدیم؟ x1مون 2ه، x2مون هم غیر پایه 0ه. یعنی نقطه این جدول میشه 2 و 0. ما از مبدا مختصات رسیدیم به نقطه 2 و 0. تو شکل نگاه کن، از اینجا حرکت کردیم اومدیم رسیدیم به نقطه 2 و 0، یعنی اینجا. پس توی این جدول قرار گرفتیم. آقا قبول داری الان تازه رسیدیم به منطقه موجه، تازه رسیدیم به ناحیه شدنی، به این قرمزه رسیدیم دیگه. چه زمانی رسیدیم به ناحیه شدنی؟ زمانی که آر صفر شده. پس وقتی آر از پایه میره بیرون، آر مقدارش صفر میشه، ما تازه میرسیم به منطقه موجه. ببین اینجا آرمون مثبت بود، تو مبدا مختصات بودیم و ناموجه بودیم. یه تکرار حل کردیم، اومدیم به نقطه 2 و 0، اومدیم به نقطه 2 و 0، آرمون دیگه از بین رفت. چون آرمون از بین رفت به منطقه موجه رسیدیم. الان نگاه کن نقطه 2 و 0 اینه. این جدول نقطه 2 و 0. ما تازه رسیدیم به منطقه موجه. اما هنوز به نقطه بهینه که نرسیدیم. نقطه بهینه این دوتان. نقطه بهینه این دوتان. هنوز به نقطه بهینه نرسیدیم، پس حلمون ادامه داره. حلمون که ادامه داره، اومدیم چیکار کردیم؟ یه تکرار حل کردیم، رسیدیم به نقطه 7 دوم و 3 دوم. رسیدیم به نقطه 7 دوم و 3 دوم. یعنی از اینجا اومدیم بالا، رسیدیم به نقطه 7 دوم و 3 دوم که نقطه بهینه مسئله بود و شرایط بهینگی تو جدول به وجود اومد. پس به محض این که به نقطه بهینه رسیدیم، سطر هدفمون شرایط بهینگی رو نشون داد. اما چون جواب بهینه چندگانه پاره خطی داشتیم، اینجا یه نشونه به ما داد و ما شک کردیم که شاید جواب بهینه‌مون چندگانه باشه. امتحان کردیم، رسیدیم به نقطه 5 و 0 و فهمیدیم بله جواب بهینه چندگانه است. از اینجا هم حرکت کردیم، اومدیم به نقطه 5 و 0، اون یکی نقطه بهینه‌مون رو پیدا کردیم. حل. پس اومدیم مسئله رو با این بزرگ حل کردیم، به صورت هندسی هم تحلیل کردیم. اون چیزی که مهمه برای ما اینه که زمانی که آر مثبت بود ما خارج فضای شدنی بودیم. ام بزرگ با این ضریب بسیار بدی که برای آر در نظر گرفته بود، سعی کرد در قدم اول آر از پایه بندازه بیرون. آر که از پایه افتاد بیرون، ما تازه رسیدیم به منطقه موجه. آر که صفر شد، تازه رسیدیم به منطقه موجه. بعد که به منطقه موجه رسیدیم، حالا سعی کردیم توی این منطقه موجه دنبال نقطه بهینه بگردیم. که اومدیم نقطه بهینه رو پیدا کردیم و عرضم به خدمت شما که در ادامه هم اون یکی جواب بهینه‌مون رو هم پیدا کردیم. پس اینم بود کلیات روش ام بزرگ که با هم بررسی کردیم. یه چند تا نکته داره این انتها که من این نکته ها رو براتون میخوام مورد ارزیابی قرار بدم. دیگه اینا هم فکر کنم نیازی بهش نیست، من پاک میکنم اینجا رو. دیگه فکر میکنم اگر چیزی لازم دارید که ازش بنویسید بنویسید و دیگه کاری باهاش ندارم. من پاک میکنم.
خب ما یه مسئله اصلی داریم، اسمشو میذارم پی. مسئله اصلی اسمشو میذارم پی. از این مسئله ام بزرگ رو میسازیم. مسئله ام بزرگ اسمشو میذارم مثلا پی ام. اسمشو میذارم پی ام. آقا مسئله ام بزرگ چه مسئله ایه؟ همون مسئله ایه که آرها رو بهش اضافه میکنیم. وقتی آرها رو اضافه میکنیم خب بعد مسئله همون بیشتر میشه، ناحیه‌مون تغییر میکنه، یه ناحیه جدید به ما داده میشه، تاب هدف رو هم تغییر میدیم، یه دونه مثلا ام آر تو تاب هدف اضافه میکنیم. پس این پی مسئله اصلیمونه، هم مسئله که داشتیم. یه دونه مسئله ام بزرگ از روی این میسازیم، یعنی آرها رو اضافه میکنیم تو تاب هدف ام میاریم، بهش میگم پی ام. چی رو شروع میکنیم به حل کردن؟ مسئله ام بزرگ رو شروع میکنیم به حل کردن، حل میکنیم. حالا ممکنه به جواب بهینه متناهی برسیم، ممکنه به جواب بهینه نامتناهی برسیم. اگر به جواب بهینه متناهی برسیم، یعنی سطر هدفت شرایط بهینگی رو نشون بده و دیگه متوقف بشی بگی آقا جدول بهینه است، دو حالت برات امکان داره اتفاق بیفته. یا همه متغیرهای مصنوعیت صفر شدن، یعنی آرا صفرن، خب اتفاقی که میفته اینه که میگی خب من مسئله رو حل کردم، به یه جدول بهینه رسیدم، آرام هم که همه صفر شدن دیگه، مثل همون حلی که خودمون کردیم. در این شرایط میتونیم چی بگیم؟ میگیم آقا همین نقطه که بهش رسیدیم، همین نقطه بهینه که بهش رسیدیم، نقطه بهینه خب مسئله اصلی مونه. مثل همین سوالی که حل کردیم. به یه جدول بهینه رسیدیم، آرامون هم صفر شده بودن دیگه، آر نداشتیم و اون نقطه رو به عنوان نقطه بهینه مسئله اصلی هم در نظر گرفتیم. پس میگیم همان نقطه بهینه به دست آمده میشود نقطه بهینه مسئله اصلی یا مسئله پی. پس مسئله اصلیمون هم داره جواب بهینه متناهیه. ما اینجا به یه جواب متناهی رسیدیم، همون نقطه رو به عنوان نقطه بهینه در نظر گرفتیم، پس مسئله اصلیمون هم داره جواب بهینه متناهیه. اما اگر آر هنوز مثبت باشه، وقتی آر هنوز مثبته یعنی چی؟ یعنی ما هنوز به نقطه موجه نرسیدیم، یعنی ام بزرگ حل کرده حل کرده حل کرده رفته جلو دیگه، تموم شده حلش، رسیده به جدول بهینه، میگه آقا من دیگه از این بیشتر نمیتونم جلوتر برم، من رسیدم به جدول بهینه، ولی هنوز آر مثبته، یعنی هنوز به منطقه موجه نرسیده. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که ام بزرگ نتونسته به منطقه موجه برسه، ام بزرگ نتونسته به یه ناحیه شدنی برسه، پس حتما اصلا ناحیه شدنی وجود نداشته که ام بزرگ نتونسته بهش برسه. پس اگر شما وسط حل احساس کنی به جدول بهینه رسیدی، حل تموم شده دیگه وارد شونده نداری، ولی هنوز آرد مثبته، نشون میده که هنوز به منطقه موجه نرسیدی، یعنی ام بزرگ نتونسته به منطقه موجه برسه، پس حتما اصلا منطقه موجهی وجود نداشته که ام بزرگ نتونسته پیداش کنه. اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که مسئله اصلیمون کلن ناموجه بوده. میگیم مسئله اصلی کلن ناموجه بوده. حالا فرض کن در حین حل مسئله ام بزرگ یهو به شرط نامتناهی برسیم، یعنی مسئله جواب بهینه نامتناهی پیدا کنه، وارد شونده داری خارج شونده نداری، تحت این شرایط یه چک میکنی، اگه آری نداشتی یعنی آرات صفر بودن، خب حتما مسئله اصلی هم نامتناهی بوده دیگه، پس میگه مسئله اصلی هم بیکران است.
مسئله اصلی هم بی کران بوده. اما اگر هنوز آر مثبت داشتی، هنوز آر مثبت داشتی، دو حالت امکان داره رخ داده باشه. یعنی یه متغیر رو وارد پایه کردی، وارد شونده داشتی ولی خارج شونده ندیدی، به شرایط نامتناهی بودن رسیدی ولی هنوز آرت مثبته. تحت این شرایط نمیتونی بگی مسئله حتما ناموجهه، یا نمیتونی بگی حتما بیکرانه. ممکنه ناموجه باشه، ممکنه بیکران باشه. پس میگم چی؟ میگم تو این شرایط مسئله اصلی یا ناموجه و مسئله اصلی یا بیکران است. پس مسئله اصلی یا ناموجه یا بیکرانه، دو حالت داره. بستگی به این داره که اون متغیری که داره وارد پایه میشه آیا بهترین وارد شونده است یا نه. مثلا توی مینیموم سازی آیا بیشترین یا بزرگترین زد جیمن های سی جی رو داره یا نه. حالا خیلی نمیخوایم اینو در واقع اینجا بازش کنیم، فقط اینو بدونید که دو حالت داره. پس ما یه مسئله اصلی داشتیم، عروش ام بزرگ رو ساختیم، حل کردیم. یا به جواب بین متناهی میرسی یا نامتناهی. اگه به جواب بین متناهی رسیدی و آری نداشتی، پس همین نقطه‌ای که به دست اومده میشه جواب بین مسئله اصلی. مثلا هم مثال که حل کردیم. اگر دیدی نه، انگار آره مثبت تو پایه است، یعنی هنوز نتونستی به منطقه موجه برسی، حلت تموم شده و ناحیه موجه پیدا نکردی، پس حتما اصلا مسئله مون ناحیه موجه نداشته و مسئله نشدنی بوده، مسئله اصلی نشدنی بوده. اگه به جواب نامتناهی رسیدی و آر نداشتی، همون مسئله اصلی هم بیکرانه. اگر آر داشتی و مقدارش مثبت بود، نمیتونی بگی قطعا ناموجهه یا قطعا بیکرانه، یا ممکنه ناموجه باشه یا بیکران. این نکاتی که این انتها براتون نوشته رو در نظر بگیرید، نوشته نکات مربوط به ام بزرگ. میگه اگر پس از حل کامل مسئله و رسیدن به جواب بهینه متناهی هیچ متغیر مصنوعی با مقدار مثبت وجود نداشت، یعنی همه متغیرهای مصنوعی صفر شده باشن، جواب به دست آمده از مسئله ام بزرگ میشه همان جواب بهینه مسئله اصلی. نکته دوم، اگر پس از حل کامل مسئله و رسیدن به جواب بهینه متناهی هنوز متغیر مصنوعی مثبت وجود داشت، رسیدی به جواب بهینه متناهی، هنوز متغیر مصنوعی مثبت وجود داره، میگه چی؟ میگه تحت این شرایط مسئله اصلیمون ناموجهه. نکته دومی، مسئله اصلیمون ناموجهه. نکته سه، میگه اگر پس از حل کامل مسئله و رسیدن به جواب بهینه نامتناهی هیچ متغیر مصنوعی با مقدار مثبت وجود نداشت، یعنی همه آرها صفر شده بودن، جواب بهینه مسئله اصلیمون هم نامتناهی یا بیکرانه. اگر پس از حل کامل مسئله و رسیدن به جواب بهینه نامتناهی هنوز متغیر مصنوعی مثبت وجود داشت، مسئله اصلی ممکن است ناموجه و ممکن است نامتناهی یا بیکران باشد. این هم در واقع نکات مربوط به ام بزرگ که دربارش صحبت کردیم. دو تا تست با هم دیگه ببینیم. من اینجا رو پاک میکنم، دو تا تست با هم دیگه میبینیم تا ببینیم که جریان به چه صورت. یه جدول به ما داده، من جدولشو میکشم. خب این جدولیه که سوال به ما داده، گفته حالات خاص مسئله زیر چیست، جدولم بهینه است.
اگر دقت کنید مسئله ام بزرگه. خب آر یک، آر دو، ام هم که تو سطح هدفمون میبینید. ما به جدول بهینه رسیدیم. به جدول بهینه رسیدیم یعنی چی؟ یعنی وارد شونده نداریم. این صفر صفر، این مثبته، این مثبته، این مثبته، این هم صفره. چون خودش گفته مسئله جدول بهینه است، یعنی حتما ماکسیموم سازی بودیم و حل کردیم، به جواب بهینه متناهی رسیدیم. بعد میایم نگاه میکنیم، میبینیم تو این جواب بهینه متناهیمون که دیگه وارد شونده نداریم، دیگه متغیری شرط ورود نداره و جدول ما یه جدول بهینه است، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. هنوز یه متغیر مصنوعی R2 با مقداری مثبت داخل پایه است. یعنی هنوز متغیر مصنوعی ما صفر نشده، هنوز متغیر مصنوعی ما مثبته، ما هنوز به منطقه موجه نرسیدیم. یعنی ام بزرگ کارش تموم شد، جدول بهینه شد، ولی هنوز به منطقه موجه نرسیده، که این نشون میده اصلا مسئله ما منطقه موجه نداشته که ام بزرگ بهش نرسیده. پس حالت خواستمون میشه چی؟ میشه مسئله ناموجه، مسئله نشدنی بدون منطقه موجه، که جواب میشه گزینه دوم. یعنی این مسئله بدون منطقه موجهه. اینم سوال 11 بود. سوال 12 رو بررسی کنیم. این سوال 11 بود. سوال 12. ببین به ما چی گفته. گفته یک مسئله برنامه‌ریزی خطی با روش ام بزرگ حل شده. جواب مسئله با این روش بیکران شده. ما مسئله ام بزرگ رو حل کردیم، به جواب بهینه بیکران یا نامتناهی رسیدیم. بعد گفته در مورد جواب بهینه مسئله اصلی چه میتوان گفت؟ خب ما به جواب بهینه بیکران یا نامتناهی رسیدیم. حالا بستگی داره آر چجوری باشه. اگر آر صفر باشه که خب مسئله اصلیمون دارای جواب بیکرانه. اگر آر مثبت باشه دوباره دوتا حالته، یا مسئله اصلیمون ناموجهه یا دارای جواب بیکرانه. پس در هر صورت مسئله ما یا میشه بیکران یا ناموجه. کلن میتونه یکی از این حالت ها براش پیش بیاد، یا بیکرانه یا ناموجهه. کلن یکی از این حالت ها ممکنه براش پیش بیاد. بریم گزینه ها رو بخونیم. گزینه یک گفته حتما جواب موجه ندارد، یعنی حتما ناموجهه. نه دیگه، معلوم نیست، شاید ناموجه باشه، شاید هم بیکران باشه، بالاخره یکی از این سه تا حالته. پس گزینه یک غلطه. گزینه دو میگه میتواند جواب بهینه محدود یا غیر بیکران داشته باشد، که اینم غلطه. ما وقتی به جواب بهینه نامتناهی رسیدیم تو مسئله ام بزرگ، پس مسئله اصلیمون یا باید بیکران باشه یا ناموجه، بالاخره یکی از این سه تا حالته دیگه. متناهی نمیشه، محدود نمیشه، پس گزینه دو هم غلطه که گفته میتواند جواب محدود داشته باشد. گزینه چهار میگه نمیتواند جواب بیکران داشته باشد، اینم غلطه، چون وقتی ام بزرگ به حالت نامتناهی رسیده، پس مسئله اصلیمون یا بیکرانه یا ناموجه. این که بگیم نمیتواند بیکران باشد غلطه. چرا؟ ممکنه بیکران هم باشه. حالا گزینه سوم ببین چی گفته. گفته میتواند یا بیکران بوده یا جواب موجه نداشته باشد، یعنی یا بیکران بوده یا ناموجه باشد، که پاسخ میشه همین گزینه سوم. اینم از روش ام بزرگ که خدمتتون ارائه دادیم. بریم استراحت کنیم، برگردیم ادامه کار جلو.